مصاحبه نوشته مارک توآین از مجموعه طنز لبخند تلخ به ترجمه احمد شاملو. جوانک قوی، چابک و ترافرز به تعارف من گرفت، روی صندلی نشست و گفت که از طرف شورای نویسندگان رادیومی آمده است و اضافه کرد انشاءالله موی دماغتان که نشدم، آمدم با تان مصاحبه کنم. گفتم آمدید چه کار کنید؟ گفت آمدم مصاحبه کنم. گفتم آها خیلی خوب، خب بسیار خوب، بسیار خوب، باشه باشه. دست بر قضا آن روز صبح چندان قبراق نبودم و سیمهایم به فهمی نفهمی قراقاتی کرده بود. ناچار رفتم توی کتابخانه 6-7 دقیقه تفحص کردم، اما دیدم نه، جز اینکه دست به دامن جوانک بشوم چاره ای ندارم. گفتم چجور هجیش میکنید؟ گفت چی را چجور هجی میکنم؟ گفتم مصاحبه را. گفت الله اکبر، با املاش چه کار دارید؟ گفتم با املاش کاری ندارم، میخواهم ببینم معنیش چیست. جوانک گفت دارم شاخ در میآورم. خب باشد، خودم برایتان معنیش میکنم. برایم مثل آب خوردن است. اگر گفتم او آلیس، کلی رهین منتتان میشوم. گفت میمو ساد موس آ و ه جیمی میشود مساح. گفتم عجبا عجبا، با می. گفت خب معلوم است، پس فکر میکنید با چی نوشته میشود آقا جان؟ گفتم راستش دیگر نمیدانم، لغتنامه من به قدر کفایت کامل است. داشتم تصاویر ته کتاب را ورق میزدم که عکس آن چیز را تویش پیدا کنم، آخر چاپ خیلی قدیم است. گفت آقا جان عزیز من، محال از شما تصویری پیدا کنید که مفهوم مصاحبه را بهتان نشان بدهد. حتی توی آخرین چاپ لغتنامه، راستش البته انشالله مرا ببخشیدا، قصد کمترین توهینی را ندارم. آنقدرها که خیال میکردم هوشمند و فهیم به نظر نمی آید. جان خودم هیچ منظورم این نیست که بکوبمتانو. گفتم او زیاد مهم نیست، این حرف را بیشتر وقتها میشنوم، آن هم از زبان آدمهایی که نه خیال پاک کردن سبزی مرا داشتند و نه اصلا علتی داشته که سبزیم را پاک کنند. من راستی راستی از این جهت آدم فوق‌العاده‌ای هستم، بهتان اطمینان میدهم، همه از ته دل همین را میگویند. گفت من هم به طیب خاطر اذعان دارم به این نکته. خوب خوب، اما برگردیم به کار خودمان لطفا. لابد حضرتتان مستحضر هستید که این روزها مصاحبه با اشخاص سرشناس خیلی متداول است. گفتم حقیقتش اینه که دارم از شما میشنوم، باید چیز فوق‌العاده جالبی باشه. خب بفرمایید که این کار رو با چه وسیله انجام میدید؟ گفت والا آدم از شما حیرت میکنه، در بعضی موارد بهتر از این کار را با چماقی، دست بیلی، چیزی انجام دهیم. اما معمولش این است که مصاحبه کننده یک مش سوال مطرح می کند تا طرف مصاحبه بهشان جواب بدهد. این ترتیبی است که باعث می شود صحبت ادامه پیدا کند. حالا اجازه می فرمایید بنده چند تا سوال مطرح کنم. سوال‌های حساب شده که پاره نقاط چشمگیر زندگی اجتماعی و خصوصی شما را روشن می کند. گفتم او با کمال میل، با کمال میل. گیرم من حافظه بسیار بسیار بدی دارم، انشالله که مرا از این بابت می بخشی. غرضم این است که حافظم نظم و ترتیب درستی ندارد، عجیب بی نظم و آشفته است. گاهی 4 نعل می تازد، گاهی هم 15 روز یک جا کنگر می خورد و لنگر می اندازد. پاک اسباب دلخوری هم شده آقا. گفت زیاد مهم نیست، حد اکثر سعیتان را می کنید دیگر. گفتم آن که به روی چشم، تا جایی که بتوانم سعی می کنم. گفت ممنون، خب حاضرید؟ دارم شروع می کنم. گفتم حاضرم. گفت چند سالتان است؟ گفتم امسال جوان پا می گذارم به 19. گفت عجب، مرا بگو که فکر می کردم 35-6 سال را شیرین دارید. خب کجا دنیا آمدید؟ گفتم توی میسوری. گفت نوشتن را از کجا شروع کردید؟
گفتم 1836. گفت چطور همچین چیزی ممکن است؟ مگر نگفتید تو جوان 19 سالتان می شود؟ گفتم نمیدانم والا، راستش به نظر عجیب که می آید. گفت خیلی خوب، از آدم هایی که شناختید کدام یکی به نظرتان فوق العاده آمد؟ گفتم آرون بور. گفت آخر برای شما که 19 سالتان است چجوری ممکن بوده با آرون بور آشنا شوید؟ گفتم بفرمایید که اگر مطالب رو که در مورد من هستم بهتر از خودم میدانید دیگر چرا استنتاقم میکنید؟ گفت او این فقط فکری بود که از ذهنم گذشت. بگذاریم، در چه شرایطی با آرون بور ملاقات کردید؟ گفتم آها، یه روز که همینجور اتفاقی رفته بودم تشییع جنازه‌اش، ازم خواهش کرد که یه خورده کمتر سر و صدا را بندازم و گفت وای خدای بزرگ، آخر وقتی شما رفته باشید تشییع جنازه‌اش یعنی این که اون مرده بوده دیگه. اگر مرده بود هم که دیگر برایش فرق نمی کرد که شما سر و صدا راه بیندازید یا نه. گفتم نمیدانم والا، او همیشه از این بابت یک چیزیش می شود. گفت هیچ حالیم نمیشه. از یه طرف میگید باهاتون حرف زده، از یه طرف دیگر میگویید مرده بود. گفتم من کی گفتم مرده بود؟ گفت بالاخره چی، مرده بود یا زنده بود؟ گفتم راستش بعضی ها میگویند مرده بود، بعضی ها هم میگویند حیات داشت. گفتم اما شما خودتان چه عقیده‌ای دارید؟ گفت خب آخر به من چه ربطی داشت؟ مگر مرا میخواستن چال کنن؟ گفت آخر با این وجود استغفرالله، انگار بی خود داریم کش میدهیم. گمان نمی کنم که به جایی برسیم. خب بگذارید چیز دیگه ای ازتان بپرسم، تاریخ تولدتان کی است؟ گفتم دوشنبه 31 اکتبر 1693. گفت آخر همچون چیزی غیر ممکن است؟ در آن صورت شما حالا باید 180 سالتان باشد که چجوری میتوانید همچین چیز را توجیه کنید؟ گفتم خب چه مرگم است که اصلا توجیهش کنم؟ گفت آخر اول گفتید که دارم پا میگذارم توی 19، حالا میگویید 180 سالم است. رو راست دارید نقیزگویی میکنید دیگر، مگر نه؟ گفتم راستی شما هم متوجه شده اید؟ دستهایش را فشردم. گفتم راستش خودم هم به کرات به نظرم آمده که این دوتا با هم نمیخوانند، اما هنوز که هنوز است نتوانستم اشکالش را برطرف کنم. ضمناً خودمانیم، شما هم خیلی سریع متوجه اینجور نکته ها میشوید ها. گفت از اظهار لطفتان ممنونم، آیا برادرها و خواهرهایی هم دارید یا داشته اید؟ گفتم ها گمان میکنم بله، منتهی یادم نمیاد. گفت اوهو، این دیگر عجیب غریب ترین حرفی است که در عمرم شنیدم. گفت چرا آخر؟ گفتم چرا اینجور فکر میکنید؟ گفت چطور میتوانم جور دیگری اصلا فکر کنم؟ گفت اوه آنجا را باش، آن قاب روی دیوار عکس کیست؟ یکی از اخوی ها نیست؟ گفتم آخ آره، حالا یادم انداختید، یک برادر دارم، یا به اسمی که صدایش میکردیم ویلیام، ویلی، ای تفلک بیل. گفت عجب، پس لابود مرده. گفتم گفتگو ندارد، دست کم من مرده خیالش میکنم. گفتم آخر هیچ وقت نتوانستم حقیقتش را بفهمم، پشت پردی از اسرار باقی ماند. گفت غم‌انگیز است، راستی که غم‌انگیز است، مفقود شده نه؟ گفتم از یک بابت و به طور کلی بله، بردیم خاکش کردیم. گفت خاکش کردید؟ خودتان بردید خاکش کردید و نتوانستید بفهمید که زنده بود یا مرده؟ گفتم کدام گردن شکستی همچین حرفی به شما زد؟ وقتی خاکش میکردیم درست و حسابی مرده بود. گفت چه کنم والا، اقرار میکنم که اصلا نمیتوانم از این قضیه سر در بیاورم. اگر خاکش کرده اید و در این حال یقین هم داشتید که راستی مرده است؟ گفتم نه، ما فقط فکر میکردیم که اون مرده. گفت حالا فهمیدم، بعدش دوباره زنده شد؟ گفتم به پیر و پیغمبر قسم که نه.
گفت من که در عمرم همچین چیزی نشنیده بودم. یک بابایی مرده است و بردندش خاکش کردن. خب این دیگر پرده اسرارش کجاست؟ گفتم ده همین دیگر. موضوع عجیبش همینجاست. حضور انبر آقایی که شما باشید، عرض کنم که ما یعنی من و آن مرحوم دو تا برادر دوقلو بودیم. 15 روزه که بودیم یک روز توی حمام قاطیمان کردن، طوری که دیگر معلوم نشد کدام کدام هستیم و یکی از ما دوتا توی آب خفه شد که البته معلوم نشد کدام یکی ما بود. بعدها بعضی ها میگویند آنی که خفه شد بیل بود، بعضی دیگر میگویند نخیر بیل نبود و من بودم. گفت راستی که خیلی عجیب است، حالا عقیده خودتان چیست؟ گفتم خدا میداند، حاضرم هست و نیستم را بدهم و از این قضیه سر در بیارم. این راز بزرگ و وحشتناک سایه سیاهش را روی همه زندگی من انداخته. اما حالا میخواهم سری را پیش شما فاش کنم که تا امروز به احدی نگفتم. یکی از ما دوتا برادرها نشانه ای داشت، یعنی یک خال گنده پشت دست چپش بود. آن برادر من بودم. به عبارت دیگر بچه‌ای که غرق شد منم. مصاحبه کننده گفت والله من که از همون اول کمترین سری توی این قضیه ندیدم. گفتم شما ندیدید؟ اما من میبینم. این که خلق الله چنان سرشان با تهشان مشغول بازی باشد که بروند به جای این که آن بچه یعنی آن یکی بچه را خاک کنند، موضوعی است که هر کاری میکنم تو کت من نمیرود. منتها هیس، مبادا جلوی اهل خانه از این بابت چیزی بگویید. خدا شاهد است، خدا شاهد است، بابا ننه من غم و غصهشان خیلی بیش از آن است که دیگر این یکی هم قوز بالا قوزشان بشه. گفت بسیار خوب، گمان کنم اطلاعاتی که تا اینجا به دست آوردم اجالتاً کافی است. از بابت زحمتی که قبول فرمودید هم کلی ممنونم، اما قضیه تشییع جنازه آرونبور خیلی نظرم را جلب کرده. بی زحمت ممکن است بفرمایید که به خصوص چی باعث شد آرونبور را به چشم یک مرد بسیار جالب و جلب توجه کننده نگاه کنید؟ گفتم به جزئیات بی‌معنایی است. میان 50 تا آدم حتی یک نفر هم متوجهش نمی شود. حرف کشیش که تمام شد، موقعی که جمعیت برای رفتن به گورستان آماده می شد و جنازه را قشنگ تو تابوت گذاشته بودند، در آمد و گفت بدش نمی آید که برای آخرین بار به مناظر اطراف نگاهی بیندازد. آن وقت پا شد رفت بالا و گرفت بغل دست راننده نشست. به اینجای مصاحبه که رسیدیم جوانک تعظیمی کرد و رفت. از مصاحبتش کلی حظ برده بودم. از اینکه دیدم دارد می رود غصه هم شد. خب دوستان، این بود داستان مصاحبه نوشته مارک توین بزرگ، ترجمه آقای احمد شاملو، از کتاب مجموعه طنز لبخند تلخ. بسیار بسیار متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.